ما باید مجال بدیم که قصه هامون تا آخر ادامه پیدا کنه و قصه امکان نداره بد باشه اگر تو آدم خوبی باشی. سلام. امیدوارم که حال همهتون خوب باشه. خوشحالم که دوباره برگشتم اینجا. دلم تنگ شده بود برای دنیایی که با هم ساخته بودیم. ممنون از همه پیام های محبت آمیزی که توی این مدت برام فرستادید خیلی دلگرم کننده و انرژی بخش بودم سعی کردم توی این مدتی که نبودم یه تغییرات کوچیک توی پادکست بدم که بیشترش هم توی همین قسمت شروع و موسیقی اولشه قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو این رو هم بگم که به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش توی این پادکست با آدم مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و از دنیای کتابهاش میپرسم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه تو این قسمت با محمد درویش کنشگر محیطزیست و عضو بازنشسته مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع صحبت کردم من محسنم و خوش اومدین به 62 مین قسمت پادکست کتابگرد. شانک تولید کننده محصول های خلاق و هنری تو حوزه کتابه. یکی از معروف ترین محصول هایی که تولید می کنند نشانگر کتابه که با جنس های مختلفی مثل چوب، گلیم دستباف، فلز استیل، چرمی و حتی خمیری مخصوص کودکان تولید میشه. محصول های دیگه هم تولید می کنند مثل چراغ مطالعه جیبی، نگهدارنده صفحه کتاب، جا کتابی چوبی، پلنر مطالعه کتاب و هر چیزی که یه جورایی به کتاب ربط داشته باشه. تمام محصول های نشانک این امکان رو داره که مناسب با طرح لوگوی شرکت ها و سازمان ها تراحی بشه. محصولاتشون هم با کیفیت و هم طراحی زیبایی داره. اما چیزی که بیشتر از همه نظر خودم رو در مورد نشانک جلب کرد و به نظرم کار خیلی ارزشمند و قابل تحسینیه اینه که درصدی از فروش محصولاتشون رو صرف کاشت نهال می کنن. نشانک برای درختکاری با بنیاد الگن که توی روستای الگن در دامنه زاگروس فعاله همکاری میکنه. نام هر محصولشون رو هم روی یکی از نهالها گذاشتن. مثلا نشانک گلیم، نشانک چوبی، کتابگاه، چراغک و گلنشان و به این شکل تلاش کردند تا جنگل نشانک رو بسازن. با این نگاه که جهان رو کمی بهتر از چیزی که تحویل گرفتن تحویل بدن. اگر دوست داشتید شما هم میتونید با تهیه محصولات نشانک به بزرگ شدن این جنگل کمک کنید. سلام درویش عزیز خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد سلام خدمت شما و خدمت همه کسایی که صدای من رو میشنوند برای شروع اگه بخواین یک بخشی از زندگیتون رو بگین که روتون تاثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنین؟ خب حقیقتش من پدرم نظامی بود و جاهای مختلفی در طول نوجوانی کودکی و جوانیم زندگی کردم تا موقعی که مستقل بشم ما خونمون خب یادمه که با اینکه من فلک دوم نیرو هوایی در تهران به دنیا آمدم ولی بروجت زندگی کردیم بعدش رفتیم اصفهان بعد رفتیم نجف آباد بعد رفتیم آبادان بعد سردشت رفتیم بعد رومیه رفتیم زندگی کردیم مراقب بودم تا دیگه در حقیقت اومدیم برگشتیم دواز دوباره به تهران و همیشه تنها بودم هیچ وقت فامیلامون دورم نبودن ما یه خانواده پر جمعیتی بودیم یعنی من شیش پنج تا خاله داشتم چهار تا دایی داشتم چهار تا عمو داشتم چهار تا عمه داشتم،, داشتم و یه دویستایی دختر امه، دختر دایی پسر امه پسر خاله اینا داشتیم و خیلی در واقع من از همه اینا دور بودم و فقط خبراشون رو میشنیدم زمانهایی که با هم بودیم نوروز بود یا تابستون بود که مدرسه ها تحتیل بود و من همیشه لحظه شماری میکردم که این اتفاق بیفته یه پدر بزرگی داشتم بهش میگفتیم بابا گله یه مزرعه بزرگی داشت که همه دور هم اونجا جمع میشدیم در بین فر... قوم و ساوه در منطقه به نام سلفچگان و من تقریبا سه ماه تابستون اونجا بودم و عاشق اون مزرعه بودم یه روزخونه در اون کنار اون مزرعه حرکت میکرد یه استخر بزرگی داشت چای آبی داشت قناتی داشت و خلاصه یک مسئولیت یک مجموعه دوازده هکتاری رو از اون مزرعه که باغ انار بود و به من داده بود و من از روی رنگ برک های انار تشخیص میدادم که میوه شیرینه ترشه یا ملسه رنگش سیاهه یا در واقع رنگ معمولی انار رو داره یه روزی دیدم که این قنات ما آبش کم شد و بابا گوله نگران شده بود که چجوری میرسیم که آب بدیم به اینا من دیدم که توی روستایی که از ما خیلی فاصله دارد نسبتاً به نام حسین یه صداهایی میاد رفتم خودم دیدم که اونجا یه موتور پمپ گذاشتن و دارن چاخ زدن و دارن آب و میکشن بالا سریع دویدم اومدم به بابا گله گفتم که من فکر میکنم قنات ما برای این آبش کم شده چون توی روستای حسناباد چاه چاخ زدن بعد بابا گله یه نگاهی به من کرد که مثلا حالا تو ما متعجه نیست زیاد پسرم اونجا خیلی فاصله داره به ما چه ربطی داره ولی من فکر میکردم که این سفره های آب اون زیر همه با هم ربط دارن خلاصه برای اینکه ثابت کنم به بابا گله که من حرفم درسته رفتم گشتم ببینم چه درسی را اگه من دیپلم گرفتم برم دانشگاه بخونم میتونم جواب بابا گله رو بدم و این بود که دیدم که یه رشته جدیدی اومده در ایران ما در واقع دومین ورودی این رشته بودیم مهندسی آبخیزداری و منم این رشته رو انتخاب کردم من برخلاف تقریبا همه کسایی که با وارد دانشگاه شدیم در سال 66 که همشون انتخاب های آخرشون بود من انتخاب اولم بود و در واقع دیدم که چقدر فکرم درست بود تعداد دشتای ممنوعه داره زیاد میشه سطح تراز آب داره کم میشه یه پاورپوینتی درست کردم و یادم بردم برای بابا گله نشون دادم و گفتم که اینجوری اینجوری اینا و ما یکی زد به پشت کمرم و گفت آفرین پسر بهت افتخار میکنه و این آفرین بابا گله باعث شد که ما ادامه بدیم این راه قشنگ بود چه ماجره جالبی داشت یه سالی برم پیش اومد الان اوضاع اون روزها چه شکلیه؟ تقریبا متروکه شده بخش رودخونه کاملا خوش شده قنات کاملا خوش شده و چیز زیادی از اون در واقع مزرعه و اون شکوه باقی نمونده متاسفانه نه فقط اون منطقه که بسیاری از مناطق در ایران مرکزی ما با این موزر روبرو شده اون موقع که من دارم صحبت میکنم در واقع دهه هنوز جنگ ادامه داشت بعد از اینکه جنگ تموم شد تعداد چاها ده ها برابر افزایش پیدا کرد و سطاب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد و تقریبا همه چیز از حیز انتفاق خارج شد اونجا حالا یک شهرک صنعتی درست شده منطقه آزاد تجاری شده و در حقیقت دیگه مردم از شکلهای دیگری تولید پول و کار میکنن اما من واقعا ترجیم میدم هیچ وقت دیگه اون طرفا نرم چون حالم گرفته میشه و اون خاطرهای شیرینی که از اونجا داشتم سعی میکنم که تو همون خاطرم باقی بمونه و الان این مسئله آب یعنی مسئله که از دهی شست شما مثلا متوجه شدین آی فرهادی هم مثلا چیز سخنانی داشت که مثلا از قبل ترها متوجه مسئله هستیم میدونیم انگار مسئله مسئله آبه خودتون تحصیلات رو داریم دانش هم داریم چه کار میشه براش کرد؟ انگار که چرا تا نتونستیم مسئله رو حل کنیم یا کمکی بهش بکنیم؟ ببین چند تا نکته هست یکیش اینه که در واقع ما خیلی بیش از حد از آب انتظار تولید پول داریم آب یک کالای زیستی در این سرزمین نه یک کالای اقتصادی ما داریم با فروش آب تولید کار و پول میکنیم و این کاملا غلطه مثل یه آدمی مونه که با فروش خونش با فروش کلیش خواد تولید پول بکنه تولید کار بکنه ممکنه در کوتاه مدت ثروتی به دست بیاره اما نمیتونه پایدار باشه ما آدم از بین میره و ما داریم این کار میکنیم ما اقتصادی رو در این کشور طراحی کردیم که به شدت آب محوره ما همه تخم مرغامون رو در سبدی گذاشتیم که چشمش به آسمانه یعنی اینکه ما بخوایم بخشی از ثروت خودمون رو از طریق صادرات غیر نفتی به نام صادرات محصولات کشاورزی پسته، هندوانه، مرکبات، حتی یونجه تامین بکنیم در واقع یعنی به خاطر که برای این محصولات داریم آب مصرف میکنیم و کشور ما دوچار شرایطی که من بهش میگم دریوزگی آبی اون وقت مثل این میمونه که طرف داره خون از بدنش میره و بعد بهش بگیم که دادن و اهدای خون کار پسندیده ایه. پس تو اون یکی دست تنبیار که ما ازت خون بگیریم سرزمینی که بالاترین میزان رکورد فرونشسته زمین در جهان رو دو بار به نام خودش شکسته و در واقع الان میزان فرونشسته زمین در ایران به 54 سانتی متر در سال یعنی 140 برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی رسیده و هیچ جای دیگه از کره زمین در چه همچین فلاکتی از نظر ورشکستگی آبی نیست این کاملا نابخردانه است که باز از محل در واقع توسعه کشاورزی ناپایدار و یا صنایع آببر و آلاینده بخواد تولید پول بکنه ما 105 میلیارد متر مکعب در سال آب قابل استحصال داریم به طور متوسط در یک میانگین 54 ساله 8 درصد این آب کل نیاز آب شرب و بهداشتی مردم ایران رو تامین میکنه یعنی 8.5 میلیارد متر مکعب و 92 درصد دیگه باقی میمونه ما میتونیم 60 درصد آب قابل استحصالمون رو برای کشاورزی، صنعت و شرب استفاده کنیم و 40 درصدش رو برای حقابه تالاب‌ها ها و رودخانه ها من اختصاص بدیم تا رودخانه هامون همواره جاری و تالاب‌هامون هامون همواره تاباور باقی بمونن اما ما چی کار کردیم؟ ما این رقم رو به حدود 97 درصد افزایش دادیم ما 97 درصد آب قابل استحصالمون رو داریم مصرف میکنیم به صورت میانگین و در برخی از ها مثل اصفهان مثل خراسان مثل فارس مثل کرمان مثل یزد بالای 130 درصد آب قابل استحصال رو داریم مصرف میکنیم و اینه که فاجعه به وجود آورده شما مقایسه بکنید مثلا کشور عربستان که یکونیم برابر ما بزرگی داره و جمعیت حدود 35 میلیون نفره و کل آب قابل شربی که باید برای مردمش تامین بکنه 3.5 میلیارد متر مکعب در سال اما کل آب قابل استثال عربستان در سال فقط یک میلیارد متر مکعب یعنی عربستان 350 درصد آب قابل استثالش نیاز داره تا تازه فقط آب شرب مردمش رو تامین کنه ولی ما 8 درصد آیا ما هم باید در واقع دشنام بفرستیم به آسمان که چرا کشور ما درگیر خوشسالیه؟ ما دقیقا مثل اون خانواده عمل کردیم که برای گرم کردن خودش به جایی که تن پوشت بهتری بپوشه به جایی که شیشه هاش رو داره بکنه به جایی که از نفت و سیستم های سرمایشی ارزانتری استفاده بکنه رفته سراغ این که اسکناس ها و تراورهای های ست هزار تومنیش رو بندازه تو شومینه بسزونه آیا اون خانواده حق داره که بگه چرا من بدبخ شدم چرا من فقیر شدم چرا به فلاکت رسیدم بیایید به من کمک کنید بیاید به من وام بدیم و آیا اگر من اون خانواده رو دوست داشته باشم باید بهش بگم ناراحت نباش یه جای دیگه توی یه گنجه دیگه یه بسته دیگه تراور هست اگه بازم سردتون شد برید اونم آتیش بزنید کاری که ما با مردم در حوزه آبخیز زاینده رود در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در حوزه آبخیز در واقع بختگان داریم انجام میدیم عین همینه یعنی حوز آبخیز ارومیه میانگین ریزش آسمانیش بیش از دو برابر متوسط کشور ماست یعنی اونها به مراتب از مواهبی بهتر از متوسط ایران برخوردار بودن پس چگونه هستش که چشم آبی نقشه گربه نشان وطن دریاچه عزیز ارومیه خوش میشه خاطر اینکه اونها اسکناس های خودشون انداختن تو آتیش و سوزوندن بعد ما بگیم اشکال نداره ناراحت نباشید ما عذاب برای شما آب میکشیم به جای اینکه بگیم که ما باید تلاش بکنیم با توان اکولوژیکی موجود در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه چیدمانی از توسعه رو طراحی بکنیم که پاسخگو باشه به سطح پایدار بگیم ناراحت نباشید توی گنجه بالایی هم اسکناس هست این باعث میشه که هیچ وقت تلاش نکنیم که ارزش آب رو بدونیم کشور ما کشوریه که در عرض بین 25 تا 40 درجه این کره شمالی بخش عمده از سرزمینش قرار گرفته این عرض 25 تا 40 درجه جایی که مشهورترین بیابانهای جهان قرار گرفته یعنی از اون ور نوادا در آمریکا تا این و گوبی در چین همه تو این نوارن بهش میگن کمربند خشک جهان ویژگی این کمربند اینه که میانگین ریزش های آسمانیش دست کم سه برابر کمتر از میانگین های جهانیه و تبخیرش دست کم دو برابر بیشتره نابخردانه ترین کار اینه که در چنین سرزمینی شما بیایید با کوبیدن بر تبل وابستگی معیشتی بر منابع آب و خاک تولید پول بکنید نابخردانه ترین کار اینه که ما همه تخم مرغامون رو بذاریم توی اون سبدی که چشمش به آسمانه در که ما باید بریم سراغ تعریف معیشت هایی که وابسته به آب نباشن ما با تقویت ها در حوزه گردشگری طبیعی، تاریخی، فرهنگی، توریسم سلامت میتونیم پول تولید بکنیم مزیت واقعی این کشوره که قدمت تمدنیش پنج هزار ساله ما میتونیم از محل در واقع استحصال انرژی خورشیدی بادی زمین گرمایی و جزر و مدی که پتانسیل های بینظیری داریم تولید پول بکنیم بدون اینکه منابع آبیمون رو متاثر بکنیم و به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل بشیم سال 2006 سازمان ملل در سالی که به نام سال جهانی بیابان نامگذاری شده بود اعلام کرد که اگر عرصه‌ای به طول و عرض 800 کیلومتر مجهز به پنل های خورشیدی و سلول‌های فتوولتاییک بشه میتونه نیاز انرژی همه مردم ساکن در پنج قاره جهان رو برای یک سال تأمین بکنه. اون عرصه یک سوم خاک ایرانه. همون جایی که ما بهش میگیم دوشنامه پست آفرینش کویر. اون موقع که سازمان ملل اون رقم رو اعلام کرد متوسط راندمان پنلای خورشیدی خوشیدی دوازده درصد بود. الان متوسط رندمان بالای 27 درصده یعنی الان عرصه به طول و عرض 400 کیلومتر کمتر از یک دهم خاک ایران میتونه نیاز انرژی همه مردم جهان رو برای یک سال تامین بکنه ما یه همچین مزیتی داریم ما نیازی نیستش که در واقع شو اسکناس رو بندازیم تو آتیش بسوزنیم برای اینکه خودمون رو گم کنیم نیازی نیستش که با فروش هندوانه به عمان و ترکیه بخوایم تولید پول بکنیم و خودمون رو نابود بکنیم و به همچین فلاکتی که امروز رسیدیم برسیم این در واقع هیچ پارادوکسی نداره با اینکه ما باید در برخی از محصولات استراتژیک خودمون مثل گندم جو ذرت و برنج در حد نیازهای داخلیمون حرف برای گفتن داشته باشیم اما اینکه بخوایم با فروش این محصولات با فروش مثلا چغندر قند و سیب از حوزه آبخیز دریاچه ارومیه به ترکیه و آذربایجان نخجوان پول تولید بکنیم این یک حماقت بزرگ و یک خطای نابخشودنیه اگه این امکان رو داشتین که یه چیزی رو تغییر بدین و هر جور امکانی هم داشتین در اختیارتون قرار داشت چه چیزی رو تغییر میدادین برای بهبود این شرایط ببین اگه من این امکان رو داشتم خودمون رو تغییر میدادم ما آدم ها باید تغییر بکنیم تا شرایط تغییر بکنه اگر ما آدم ها این پرده ها رو از بتونیم از جلوی چشمامون برداریم بسیاری از این مشکلات حل میشه یه زمانی ایرانیان کف میزدن برای کسی که صد میسازه توی مملکت کفای بلند میزدن و همه سیاست مدارا تو صف این بودن که صد بیشتری بسازن تا زودتر به لقب سردار سازندگی مفتخر بشن الان دیگه اینجوری نیست الان اگر صدی هم ساخته میشه که تعدادش خیلی کمتر شده کمتر سیاست مداری حاضر بره و روبان اون صد رو پاره کنه چون میدونن که مردم دیگه اون صد رو عامل رفاه و عامل تاباوری این سرزمین نمیدونن این حاصل تغییر در دیدگاه های مردم شده پس برای اینکه ما بتونیم این مملکت رو درست بکنیم برای اینکه بتونیم اقتصادی رو تعریف بکنیم که آب محور نباشه شاید پاسخ ساده سال شما این باشه که آره من اگر رئیس جمهور بودم به سرعت دستور میدادم به سازمان برنامه بودجه که یک اقتصادی رو برای ما تعریف کن که آب محور نباشه اما مردمی که عادت کردن به اون سبک زندگی تا تغییر نکنن شما با دستور که نمیتونید مشکل حل کنیم الان مگه با دستور تونستم مشکل حجاب حل کنن نمیتونین حل بکنین با زور نمیشه ممکنه با منطق سر، سرنیزه و چکمه مدتی در حقیقت به نظر برسه که موفقین اما این به توسعه یافتگی واقعی و به پایداری واقعی نمیرسه پس من اگر قدرت داشتم به وزارت آموزش پرورش این کشور بها میدادم وزارت آموزش پرورش مهمترین و راهبردی ترین سازمانه نه در ایران که در هر کشور دیگه تلاش میکردم تا نخبه ترین آدم ها جذب این وزارت خونه بشن و اونها مجال پیدا بکنن تا انسانهای شریف و عاشق این سرزمین رو تربیت بکنن که در پیشگاهشون نه هیچ گیاهی علف هرز باشه و نه هیچ جانداری جاندار زیانکار چنین نسلی هرگز افتخار نمیکنه که به سمت یک موجود دیگه شلیک بکنه و خودش رو با افتخار شکارچی اعلام بکنه هرگز به صورت عمدی جنگل های خودش رو آتش نمیزنه هرگز کفشکنی نمیکنه و چاه بیشتری حرف نمیکنه و میره سراغ کشف راههایی که از این سرزمینش که عاشقش شده حفاظت پایدار و خردمندانه بکنه امیدوارم اتفاق بیفته و همون تغییر بکنیم هر چند کوچک و یواش یواش اتفاق بیفته برای هممون هم. ان یه چیزی که توی شما خیلی دوست دارم این روحیه امیدواری که دارین یعنی الان توصیف کردن که شرایط چقدر بده چقدر از که ولی می‌بینم توی شبکه‌های اجتماعی مثلا متناتون رو میخونم میبینم خیلی روحیه امیدواری دارین ام. دوست دارم یکی بپرسم که وقتی که شرایط خیلی اینقدر تلخ و سیاه چطور میتونین اینقدر امیدوار یعنی چه ویژگی یا اینجا بپرسم که چی کمکتون میکنه که توی شرایط امیدوار بمونین اینقدر ببین من خب حقیقتش خیلی سفر میرم خیلی مطالعه میکنم خیلی گوش میکنم خیلی فیلم میبینم و به این نتیجه رسیدم که چقدر نمیدونم این ندونستن نقطه امید بخش زندگی منه یعنی هر جایی که فکر میکنم به بومبست رسیدم میگم که من به بومبست رسیدم ولی دنیا که به من بس نرسه من باید بیشتر تلاش بکنم من کتاب ساعت سرمستی هیوبرت ریوز رو میخوندم یه اختر فیزیکتان کانادایی میگه که وقتی که داشتم در مورد بیگ بن کار میکردم هر چقدر که داشتم به لحظه انفجار نزدیک میشدم احساس میکردم که جهان از هر نوع مفهوم و هوشمندی و درایت خاصی تویه اصلا چیز خاصی نیست همه محصول یک تصادف هستیم و هیچ برنامه ای براش وجود نداره به شدت دچار یعص و استیصال می شدم از این کشف و دانایی که پیدا کرده بودم بعد دفعه کارو ویل می کردم می رفتم روی کاناپه دراز می کشیدم عروسی فیگارو موتسارتو رو پخش می شد و می گفتم نه من آدم خوشبختی هستم چون در شرایطی میتونم زندگی کنم که میتونم یه همچین آثار روح بخشی رو گوش کنم امکانی که دویست سال پیش برای مردم تو این دنیا وجود نداشت برای خودش یه دلخوشی ایجاد میکنه تا همچنان با امید به آینده نگاه بکنه ما خیلی نمیدونیم و این نمیدونستن میتونه به ما این مجال رو بده که دنیایی رو که دوست داری که میتونه بهت امید بده رو برای خودت بتراشی سال 1850 میلادی بود که شهردار وقت نیویورک تصمیم میگیره یک برنامه 100 ساله برای نیویورک بنویسه 173 سال پیش و از همه نخبگان آن زمان جهان دعوت میکنه تا یک ماه مهمان هتل اینترکانتیننتال نیویورک باشن تا این برنامه 100 ساله رو به خرج شهرداری نیویورک بنویسن اولین شهری باشن در جهان که صاحب یک برنامه 100 ساله میشه و وقتی که این نخبگان که اون زمان کسی بالا دستشون نبود از همه جای دنیا هم اومدن از هند از چین از اروپا از آمریکا همه به در واقع مهمان ویژه شهرداری یک ما دور هم جمع شدن و یک بیانیه دادن تو بیانیهشون اومده که نیویورک الان 480 هزار نفر جمعیت داره نرخ زاد و ولد در این شهر چهار نیم درصده برای این تعداد آدم این تعداد اسب و قاطر لازمه تا بتونه مشکلات ترابریشون رو حل بکنه این تعداد اسب و قاطر در روز این مقدار دارن فضولات تولید میکنن و با این نرخ رشد جمعیت در کمتر از 100 سال دیگه نیویورک در زیر کوهی از فضولات گاو و الاغ و خر دفن خواهد شد و دیگه نیازی به برنامه 100 ساله نخواهد داشت ببین بر اساس دانش اون روزشون حرفشون حرف نداره دقیقا دو دو تا است. اما خبر خوب اینه که اونا همه چیز نمیدونستن و قبل از پایان قرن 19 هم اولین کمپانی اتومبیل سازی در همون نیویورک راه افتاده دیگه نیازی به ترابری با اون تعداد اسب و قاطر و نبود و نیویورک تونست به حیات خودش ادامه داد من به عنوان کسی که تو طبیعت بسیار زندگی کردم و تجربه داشتم میدونم که ما اطلاعاتمون در مورد ژینایی در مورد تاباوری، در مورد زیستپالایی طبیعت بسیار کمه. من میبینم که یه جوانی به نام سعید انصاریان وقتی میره توی الگن و با مردم محلی میثاق میبندن که برای چهار سال الان دامشون رو وارد نکنن، دیگه در زیرشکوب کشاورزی نکنن، دانه های بلوت رو جمع نکنن، گلازنی نکنن، کتزنی نکنن، چه موجزهی رخ داده؟ دوباره سنجاب ها برگشتن سنجاب ها عاشق دانه های بلوتن انقدر خیکیان و دوست دارن میرن یه جا قایم میکنن که فقط خودشون بخورن بعد یادشون میره کجا قایم کردن دانه های بلوط سبز شده الان که داریم با هم صحبت میکنیم بیش از دو میلیون دانه بلوط و بنه و زالزالک و ارجن در الگن سبز شده و اونجا تبدیل به یک جنگل رویایی داره میشه اگر این قرق ده سال ادامه پیدا بکنه واقعا این اتفاق میفته تو هیچ کدوم از کتاب های درسی ما تو هیچ کدوم از رفرنس های اینترنتی شما نمیتونی این معجزه رو ببینی چرا چون ما نرفتیم تو کف دل طبیعت و با مردم و با این اراده صحبت بکنیم ما آدمی رو داریم مثل علی نصیری و دوستانش توی روستایی به نام پاقلات یه جای محروم در لامر در استان فارس که منتظری نشدن تا یه قهرمانی با اسب سفید بیاد و کمکشون کنه اینها دیدن که مرغ دوست داشتنیشون کمنزیل داره منقرض میشه و اولین کار رو گذاشتن برای اینکه اون کمنزیله رو نجات بدن الان وقتی شما وارد پاقلات بشیم جوونا میگن که یواش برو چون کمنزیلا روی مو روی تخم نشستن همون کمنزیلایی که همه شکارشون میکردن اون گفتن گوشتشون خوشمزه است تعدادشون زیاد شده فضله هاشون روی خاک میریزه و حاصلخیزی خاک عراضی کشاورزی رو در باقلات افزایش داده یه تالابی نزدیکشونه فضله هاشون تو اون تالاب میرسه و غذا برای ماهی ها زیاد شده و درآمد سیادی افزایش پیدا کرده کمنزیل ها با حمله ملخ مقابله میکنن و خسارت محصولات کشاورزیشون کم شده و آواز و حال مردم خوب شده و پاغلات به یک مقصد گردشگری تبدیل شده به یک الگو تبدیل شده قصه پاغلات قصه الگن در کوهکیل بوی رحمت خوشبختانه استستا است. عادل سالاری در کلمرز در جنوب کرمان محمود کردی در دیزباد بالا در بین نیشابور و مشهد و خیلی آدم های شریف دیگه مثل فرزاد مهدوی در منصورآباد رفسنجان دارن این کارا رو میکنن و اینو به آدم امید میده من به اینا میگم بهانه های سر کردن زمستان خیلی قشنگ گفتین مرسی دقیقا این مفهوم که ندونستان اصلا میتونه امید بخش باشه باشه مفهوم خیلی جالبی بود و واقعا قشنگم توضیح دادین توصیفش کردین یه بخش می داشتن اسباب اسبا میگفتین توی نیویورک که مد... زیر میشن فکر کنم تو سخنرانی تد ارنستو سیرولی و اینو دیدم که اونجا داشت میگفت همین چیزا رو دقیقاً مثلا و امیدوارم منم هم دقیقاً همین نگاهی دارم و امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته برای همین ندونستن ما و به آدمهای خوب دیگه ای که دارن این کارها رو میکنن جلو برن خودشون و منتظر اون قهرمان نمیمونن این حرف من این معنی رو نباید بده که ما مثل یه کپک سرمون رو باید بکنیم توی برف و بقیه چیزها رو نبینیم این نباید این معنی رو بده که صورت مسئله رو پاک کنیم نباید در واقع ما رو ببره توی یک شرایط آلیس در سرزمین عجایبی با. ما باید واقعیت ها رو درک بکنیم به رسمیت بشناسیم اما اونجایی که میبینیم مسیر بسته است اونجایی که میبینیم امید به پایان رسیده ماست که یک امیدی رو بیافرینیم نه اینکه تسلیم بشیم دقیقا دقیقا خیلی موافقم حالا صحبت کتاب و فیلم و اینها شاید چیزهایی که دلخوشی هایی بهتون میده یه وقتایی میخورد در مورد اینا صحبت بکنیم اول میتونیم ببینیم که دلخوشی این مثلا توی کتاب و فیلم یا چیزایی که میبینین و خوندین چی هاست؟ مثلا یکی دوزایی که اخیرا باهاش مواجه هستین مم. خب حقیقتش من وقتی که فیلمی یا سریالی رو میبینم قدیما بیشتر میدیدم الان کمتر میبینم البته تا یه زمانی در واقع مثلا یادم که شنیدم که دیکتاتور بزرگ چالی چاپلین بالاخره قراره که اکران بشه دهی شست بود سینما جدید میخواست اکرانش کنه و توی دهه فستیوال فیلم فرش و من خونمون نارمک بود و تصمیم گرفتم ساعت پنج صبح از خونه بیام بیرون که حتما بلیت گیرم بیاد و یادم که وقتی بیدار شدم دیدم که چه برفی داره میاد تو تهران ولی با این وجود سوار موتور شدم و خودم رسیدم به سینما اصل جدید که سالن شماره دوش یه سالن کوچیکی بود قرار بود این فیلم رو اکران کنه و من نفر هشتاد و هفتم بودم تو فلسطینه اصل جدید تو ف... بله توی خیابن طالقانی بله، الان بسته شده دیدم که چقدر آدم از من عاشقتر یا به معنی واقعی کلمه دیوانه تر وجود دارن. <applause> در واقع من یه زمانی یه ساندویجی از خونه مادرم خدا به برم برام درست میکرد و این روزنامه اطلاعات میگرفتم که ببینم چه فیلمایی هنوز هست توی سینمای تهران که من ندیدم من <applause> میرفتم اون فیلم ها رو هر جایی بود یادم میدم رفتم به سینمایی تو جیهون اصلا صندلی درست حسابی هم نداشت ولی اون فیلم رو دوست داشتم که ببینم عاشق فیلم بودم که در نهایت پایان خوبی داشته باشند. اصلا در واقع نمیتونم ارتباط برقرار کنم با فیلم هایی که تلخیه های روزمره زندگی ما رو دوباره به ما گوشتد بکنه و دلم میخواد که در واقع وقتی که یک فیلم می رو میبینم یا یک کتابی رو می حالم بهتر بشه یک دریچه ای پیدا بکنم برای اینکه کشف جدیدی برای یافتن یک امید تازه توش ببینم برای همین اون کتابایی و فیلمهایی تو ذهنم میبونه که در واقع به یه همچین استراتژی منو نزدیکتر میکنه من عاشق کتاب تاریخچه زمان استیون هاکینگ هستم به نظرم یک کتاب شاهکاره و مقدمه این کتاب یکی از شاهکارهای بیبدیله به نظرم یعنی آدمی که وقتی که این کتاب رو نوشته فقط انگشت سمت چپش یه مقداری کار میکرده مطلقا فلجه تو وقتی مقدمه رو میخونی و نمیدونی که کیه نویسنده فکر میکنی این نویسنده سلطان جهانه پرقدرت ترین آدم جهانه میگه که من همیشه از کودکی عشقم فیزیک نظری بوده همیشه نگران این بودم که وقت با ارزش و صرف خرید نان و وسایل خاربار برای خونه و مشکلات روزمره تلف کنم اما اینقدر خداوند منو دوست داشت انقدر خداوند عاشق من بود که یک لطفی در حق من کرد که من بتونم صد درصد وقتم و برای عشقم که فیزیک نظریه اختصاص بدم من دوچار شکل خاصی از بیماری MS کرد که تقریبا فلج مطلقم و هیچ کاری نمیتونم بکنم هیچ کسی از من انتظار نداره که برم نون بخرم برای خونه و نشستم به عشقم پرداختم به من خیلی توصیه کردن که اگه میخوای کتابتو مردم بخونن از هیچ فرمول ریاضی توش استفاده نکن و من به جز ام ای مساویس با ام سی دو از هیچ فرمولی استفاده نکردم و امیدوارم نیمی از مخاطبینم رو به خاطر این اشتباه از دست نداده باشم <applause> چقدر این آدم تنازه. چقدر این آدم دوست داشتنی چقدر باها، یعنی یک مف... اصلا وقتی میخواد در مورد انتروپی بنویسه بی بنویسه آنچنان با استادی و در عین حال سادگی می نویسه اون اصاره عظیم دانشش اونقدر میاره پایین اما جذاب به مخاطب منتقل میکنه که همه باش ارتباط برقرار میکنه ما یه مشکلی که تو جهان امروز داریم اینه که ما دانشمند کم نداریم اما دانشمندی که بتونه به زبان ساده با مردمش ارتباط برقرار کنه متاسفانه خیلی کم داریم و یه سری از دانشمندهای ما هم هستن متفکرین و متخصصین ما هستن که فکر میکنن اگه به زبون ساده صحبت بکنن کلاس کارشون میاد پایین آره خیلی موافق با ولی اون اینطوری نیست میگه که ببین من الان دارم تلاش میکنم تو این کتاب که به نظم جهان اضافه کنم از بینظمی ها کم کنم برای تلاش هم یه سری از سلول های قشر خاکستریم داره حرکت بیشتری میکنه داره انرژی تولید میکنه داره گرما تولید میکنه و این گرما در استحکاک با مولکولهای های هوا که در اطراف سر من هستن باعث افزایش حرکت مولکولها ها میشن یعنی همونقدر که من دارم تلاش میکنم از بی نظمی کم بکنم همین تلاش من انرژی ایجاد میکنه که بی نظمی رو زیاد میکنه پس آقا این آرمان که فکر کنید میتونید بر انتروپی غلبه کنید آرمان <تصفح> که هم اول بعد بذاریدش <تصفح> <چنا>. <تصفح> چقدر این قشنگ, قشنگ. آره خیلی قشنگ حالا اگه یه نه از کتاب رو گفتیم که کتاب تاریخچه زمانو دقیقا سوال این بود که اگه بخواین تا کتاب محبوبتون رو پیشنهاد بدین که همه بخونن البته ممکن برای همه مناسب نباشه ولی همین کتاب هایی که برای مردم نوشته شده و آدم های زیادی میتونن بخونن اگه بخواین تا بگین چی میگین حالا یکیشو میتونیم هم تاریخ زمان در نظر بگیریم یا نه دیگه, دیگه هم اضافه میتونیم بکنیم خب کتاب که واقعا خیلی زیاده که بخوام اسم با خیلی کتابا من خاطره دارم من وقتی سی سالم شده بود شاید 20 جلد کتاب خونده بودم و اه، اه، واقعا عاشق مطالعه خیلی سخت از توش انتخاب کردم ولی فکر میکنم الان تو زمانه حاضر برای کسایی که منو به عنوان یک کنشگر محیط زیست متخصص محیط زیست میشناسن خوبه که توصیه بکنم که زیستن در کنار محیط زیست از آقای تایلر رو اگه هنوز نخوندن که ترجمه خوبی هم آقای دکتر مجید مخدوم کرده بخونن کتاب بسیار ارزشمندیه توی این کتاب یه قصه ای رو تعریف میکنه از مردم در کنار یک دریاچه در یکی از ایالت های آمریکا که اونها میبینن که در واقع ماهی تو اون منطقه وجود داره که همیان و میگم پرنده هایی تو منطقه وجود دارن که همیان این ماهی های اونها رو سید میکنن و میخورن و احساس میکنن که درآمدشون داره از سیادی کم میشه چند تا شکارچی حرفه‌ای استخدام میکنن تا نسل این مایا ها رو برندازن. پرنده ها رو نسل اون پرنده ها رو براندازن و روزی که آخرین پرنده رو میکشن جشن پایکوبی ملی اعلام میکنن و میگن دیگه همه این مایا مال ماست اولش هم ظاهرا خوب بود تعداد مایا زیاد بود اولی ولی آروم آروم دیدن که تعداد مایا داره کم و کم و کمتر میشه خیلی نگران شدن چند نفر رو دعوت کردن چند تا در واقع متخصص بیان آب و بررسی کنن به دو دوچار آلودگی شده آیا مشکلی داره دیدن که نه هیچ مشکلی هم نداره تا اینکه یک اکولوژیستی اومد و گفتش که غذای ماهی ها کم شده و به این دلیل داره تعدادشون میاد پایین غذاشون چی بود فضله اون پرنده ها بود و وقتی پرنده ها رو از بین بردن وقتی به نظام و قانون اکوسیستم توجه نکردن برای آزمندی های کتا مدتشون باعث شد که خودشون هم ضرر کردن این قصه که تایلر داره میگه چند وقت پیش توی کوشکنار در منتایلای غربی استان هرمزگان تکرار شد زمانی که کشاورزا به شدت نگران حمله پرنده ها بودن که می آمدن محصولات جالیزیشون رو آسیب می زدن و این پرنده ها می رفتن داخل درخت های کنار محلی که خیلی انبوه بودن و احساس امنیت می کردن. اونجا زندگی می کردن یه روز تصمیم گرفتن همه درخت های کنار رو از تنه به بالا قطع بکنن فکر میکردن با این کار حفظ میکنن محصولاتشونو اما بعدا ملخها حمله کردن و دمار از روزگار تمام محصولاتشون در آوردن عین این, این ماجرا بعدش در بندر گناوه تکرار شد که کشاورزها دیدن که موشها جوندگان دارن میان و محصولاتشون رو نابود میکنن سنپاشی گستردهای کردن تا موشها رو از بین ببرن بعد همکاران من در محیط زیست خوزستان در خورموسا گزارش پیدا شدن ده ها لاشی دلیجه و اقاب و شاهین و باز رو دادن چرا اونا مرده بودن؟ به خاطر که فکر میکردن این موش ها زندن و اینها رو گرفتن و خوردن و همه مردن و سال دیگه چه اتفاقی افتاد؟ موش ها قوغا کردن و همه محصول کشاورزا رو تو گناوه از بین بردن چرا؟ چون دشمن طبیعیشون اون شاهین و باز و اقاب رو ما از بین برده بودیم کتاب تایلر کتابی که خیلی میتونه کمک بکنه به کسی که میخواد به ما زیست ورود پیدا بکنه به عنوان یک کنشگر به عنوان فعال انجیو ای -E و در واقع ایده خوبی بهش میده مم. که چرا ما باید حرمت قوانین طبیعی رو مم. حفظ بکنیم جالب بود یاد بهار خاموش هم افتاد هم این بله بله که تعریف بله بهار خاموش خانم راشد, راشد کارسون واقعاً موج بزرگ محیط زیستی معاصر رو که بعد منجر به ایجاد اجلاس استوکولم شد سال 1972 ما مدیون راشل کارسون هستیم که اتفاقا اولین ترجمه خوبش هم استاد وحاب, زده وحاب انجام داده بود یک کتاب دیگه که خیلی خوبه مکالی کالگین نوشته و خانم زفر ترجمه کرده به نام رودهای خاموش سال 2001 در واقع این کتاب منتشر شده چند بارم خوشبختانه تجدید چاپ شده باز در مورد ماجرای صدسازی هاست و اینکه صدها در دنیا چه خطرات بلفعلی رو ایجاد کردن صدها بیشتر از هر جنگی در جهان مهاجر تولید کردن که خیلی ها نمیدونن صدها باعث شدن تا تعداد لرزش ها و در واقع زمین لرزه با منشه انسانی افزایش پیدا کنه ما حتی در یک اتفاق عجیبی که در هندوستان افتاد شاهد یک زلزله 6 و 9 دهم ریشتری بودیم که ناشی از احداث یک صد بود که 180 نفر را کش و 5000 نفر را بیخانمان کرد و الان ثابت شده که صدها در واقع باعث تحریک گسلهای فعال در منطقه میشن تعداد و مدت لرزش ها رو افزایش میدن صدها باعث انتشار مهیب گاز یعنی گاز متان میشن که چهار برابر خطرناکتر از گاز در واقع سی و دوه و اطلاعات ای در مورد خطرات سدسازی در دنیا در واقع منتشر میکنه در یه بخشی از کتاب خاطره ای از آلدو لیوپولد فیلسوف طبیعتگرای معاصر رو نقل میکنه که آلدو در پایا به رودخانه کلرادو داره حرکت میکنه و یک توصیف رویایی از اون چیزهایی که میبینه داره شهر میده از پرندگان و محیط زیبایی که وجود داره از کیفیت طالاب و ماهیها و بعد میگه که آیا ممکنه یه روزی بشر اونقدر آزمند و اونقدر خودخواه بشه که یه همچین زیبایی رو برای نسل آینده از خودش بگیره و این اتفاق با ساخت سد هوور و ایجاد یک اشتدکده بزرگ به نام لاس وگاس بعدا میفته تمام اون طالاب اهورایی اون طالاب زیبا و رویایی از بین میره ما یه همچین اشتباهات وحشتناکی در دنیا کردیم و باعث شده که خب بیش از دو هزار سد الان در آمریکا تخریب بشه و اصلا نهزتی به راه بیفته برای حفاظت از رودخانه ها و از 25 سال پیش اصلا روز جهانی مقابله با سطح های بزرگ را افتاده و اینها همه مدیون این روشنگری هاست و کتاب دیگه که دوست دارم بچه ها بخونن کتاب دنیای صوفیه از یوستن گاردنر که خیلی کتاب آرام بخشیه به نظر من سه هزار سال قصه تلاش فیلسوف ها رو شهر میده که میخوان ثابت بکنن که خدا هست و در نهایت نمیتونن ثابت بکنن که خدا هست اما نمیتونن هم ثابت بکنن که خدا نیست و در نهایت میگه که فیلم بازه برای تو اگه فکر میکنی حالت خوب میشه که در دنیای زندگی میکنی که خدا هست اوکی خدا هست و اگر فکر میکنی که حالت خوب میشه در دنیای زندگی میکنی که خدا نیست اوکی خدا نیست فعلا خبر خوب اینه که ما خیلی چیزها رو نمیدونیم و به استادی یوستن گاردنر این قصه رو شهر میده که فوق العاده است و حالا دیگه فکر کنم ده آره. ده این سه کتاب همین قشنگ بود آره یه جور تاریخ فلسفه هم میگه یه جور آموزه فلسفه بعد. به زبان ساده هم هست آره خیلی خوب بود اگه بخوای یه کتاب حالا بگین که دوستش نداشتین و نصف نیمه رها کردین چی میگی آخه اونم خب زیاده کتابی که این اتفاق افتاده <laughs> من کتاب تغییر که من اخیرا هم خوندم در مورد طبعات در واقع گلوبال وارمینگ و کلایمت چنج و پیشبینی از آبستام اوورده تو این کتاب که میگه که در پایان این قرن فقط 500 میلیون تا یک میلیارد نفر از مردم جهان قرن بعدی رو خواهند دید و سرنوشت ما اینه که وارد انقراض هفتم میشیم کاری از دست کسی ساخته نیست و کار هممون تمومه دنیا نمیتونه به توافق برسه <applause> از اون کتابایی که همه چیزاش هم فاکت علمی برش میاره ولی خوشم نیمد از آلو. این کتاب چون به آدم انگیزه نمیده برای مقابله با این تخریب ها مثلا کتاب انسان خیردمند آقای هراری که خیلی هم میگیرن و دوستش دارن من نتونستم تمامش کنم خاطر که بعضی جا فکر کردم که اون هم داره در واقع بیش از حد دنیا رو از هر مفهومی پوچ میکنه در واقع چیزی به نام عشق رو یک نابخردی جبران ناپذیر و احمقانه فرض میکنه همه اون چیزهایی که مزه میده به زندگی ما رو در واقع داره بیمانی میکنه و من نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم در عوض عاشق کتاب های کریشنامورتی هستم مثل مثلا نارضایتی خلاقش که میگه آقا اگه تو دوست داری تو یازده صبحم تو تخت خوابت باشه تو تخت خوابت باش اصلا هیچ عجله تو هیچ کاری نداشته باش وقتی تو میتونی تو میدونی که این جاده هیچ وقت ته نداره نابخردانه ترین کار اینه که دنبال یه ماشینی باشی یه ابزاری باشی که با سرعت بیشتر اینجا رو طی بکنی تو حتی اگر سرعت نور هم داشته باشی نمیتونی به ته این جاده برسی پس بهترین کار چیه اینه که با درنگ و با تمرکز روی جزئیات امور اطرافت رو نگاه کنی از لحظات استفاده بکنی اون چیزی که اگزوپری میگه مهم نفس حرکت است و نه مقصد که چیزی نیست جز توهم مسافری در راه مانده قشنگ حالا توی این قسمت من میخوام بهتون کتاب پیشنهاد بدم من صد کتاب رو توضیح میدم که اگه دوست داشتین یکی رو بهتون هدیه بدم اگه صد کتاب خونده بودین یا دوست نداشتین یه چیزی از اسم تاقشه بی‌نهایت سه ماه اشتراک اون رو بهتون میدم که شما خودتون کتابی که دوست دارین رو انتخاب کنین اونجا بخونین بله خب بریم سراغ کتابا کتاب, ها. کتاب ها اول تحقیق ها نشون داده که کودک تا سن دوازده سالگی نیاز به ارتباط مداوم و مستقیم با طبیعت و بازی توی محیط های طبیعی داره. این موضوع که آیا ما این تجربه رو توی کودکیمون داشته باشیم یا نه میتونه نقش مهمی توی کیفیت زندگی و سلامت جسم و روان در آینده داشته باشه. به همین خاطر داشتن تجربه کودکی در طبیعت مثل یک حق مسلم و مادرزاده که همه ای ما بهش نیاز داریم. با دور شدن از محیط های طبیعی و زندگی توی شهرهای شلوغ و پر استرس امروزی این حق به آسونی در اختیار ما قرار نمیگیره. استیون کلر، استاد بومشناسی دانشگاه ییل توی این کتاب وابستگی های جسمی و روحی بشر به طبیعت رو از دیدگاه زیستگرایی بررسی میکنه و نشون میده که این تمایل ذاتی ما به طبیعت برای تأمین رفاه، بهرهوری، سلامت ذهنی و جسمی انسان به وجود اومده. خب، تونستی این کتاب حد بزنی چیه؟ اسمشو تو خود مد گفتی حقا مادرزاد دستاد دعو کرده بله خیلی بله. کتاب خوبیه ما یک کمپینی براش در واقع <تصفح> رو انداختیم بله ما خیلی اعتقاد داریم به اینکه به بچه ها تا دوازده سالگی هیچ خبر بدی رو ندید اگه میخواید اونا رو عاشق محیط زیستشون کنید نگید که محیط زیست داره پر از زباله میشه پر از آلودگی میشه پر از آدمایی هستن که شکارچی هستن براشون خاطره های خوش ایجاد بکنید توی کودکیشون اجازه بدید اونها کودکی کنن کودکی کنن و کودکی کنن ملتی که در کودکی کودکی کنه در بزرگی بزرگی میکنه بعد از دوازده سالگی که اونها اون انگیزه رو پیدا میکنن که حالا از عشقشون از سرزمینشون از طبیعتشون چگونه بهتر حفاظت بکنن ولی اگه ما محیط زیست رو براشون کابوس بکنیم سعی میکنن که اون کابوس رو دیلیت بکنن این کتابه خیلی کتابه آره، کتاب خیلی کتاب آره و کتاب دوست داشتنی بود برام جالب بود توی اصلا شروع صحبت هم که داشتیم حرف میزدیم وقتی از خاطره کودکی خودتون گفتین اونم هم یه همچین حس و حالی داشت دقیقا. تو اون مزرعه تو اون جایی که قنات بود من کلی خاطره های قشنگ دارم از اون مزرعه از یه خرگوشی که اذیت میکرد محصولات ما رو ما من صبح تا شب دنبال اون خرگوشه بودم که اون خرگوشه رو بگیرم یه دفعه دیدم <applause> کنار پامه اینقدر شبیه زمین استتار کرده بود که من نمیدیدمش آره و همون احتمالا باعث شد که الان به این دیدگاه و نگاه برسیم خیلی قشنگ بود برای کتاب دوم من یه تیکه کتاب صوتی انتخاب کردم که تیکش رو براتون پخش میکنم از مقدمی کتاب که خودش توضیح میده ایران با گاو قدم به قرن بیستم گذاشت و با کارخانه های فولاد یکی از بالاترین نرخ های تصادف خودرو و در کمال ناباوری و حیرت بسیاری یک برنامه هسته ای از آن خارج شد. این کتاب شرح دگرگونی های اثرگزاری است که در صدی بیستم در ایران به وقوع پیوسته است. و از آنجا که موتور اصلی این دگرگونی ها دولت مرکزی بوده، تمرکز آن نیز بر دولت نحوه شکلگیری و گسترش آن خواهد بود. و همچنین تأثیرات عمیقی که این گسترش نه تنها بر سازمان سیاسی و اقتصادی بلکه بر محیط، فرهنگ و از همه مهمتر گستری اجتماعی بر جای گذاشته است. برخی از این تأثیر ها خواسته و آمدانه بوده و بعضی نیز به ویژه جنبش های اعتراضی و انقلابات سیاسی چونین نبوده است. روی کرد کتاب در نظر کسانی که معتقدند در مورد معضلات جهان معاصر دولت نه مشکل گشا که خود بخشی از مشکل است شاید شگفتانگیز و تا حدودی غافلگیر کننده بنماید. اما موضوع این کتاب دگرگونی های اساسی است و در ایران آغازگر چنین دگرگونی هایی همیشه دولت مرکزی بوده است. خب، <applause> اصلا یه خورده با آن سخت حد زدنش تیم مقدمه ایران بر لبه تیق نزدیک بود ولی نه این آقای محمد فضلی نه نه این اسمش تاریخ ایران مدرنه مال آقای یربن ابراهامیان ترجمه محمد ابراهیم فتاحی با گویندگی فریاد موسویان که آره نشر منتشر کرده و نشر آوانامه صوتیش کرده چه سالی منتشر شده کتاب این رو الان خاطرم نیست ولی جدید نیست مثلا یک کتاب به نسبت مثلا قدیمی تری تا تو ذهنمه کتاب خوبی بود آره و در واقع یربن ابراهام اینا از اون آدم هایی که حالا خودش در واقع توی آمریکا داره تاریخ با. میخونه و مثلا درس میده و اینها و ترجمه میشه کارهاش و از اون کسایی که به زبان آمیانه خوب میتونه بنویسه از اون علم به زبان ساده درمیاره میاره مینویسه به نظر خودم و همین از, از این لحاظ به نظرم کار خوبی میتونه باشه این هم حالا بریم سراغ آخری فتبوسه. احتمالا این جمله تامس هابز رو زیاد شنیدیم که میگه انسان گرگ انسانه و معمولا منظورشون از این جمله اینه که انسانها برای رسیدن به هدفشون با همدیگه رقابت شدیدی دارند و دست به هر کاری میزنن. فرانس دوال، نخستی شناس و یکی از صد چهره تأثیر گذار جهان به انتخاب مجله تایم توی این کتاب به ما نشون میده که این جمله میتونه درست باشه اما به این معنی که انسانها هم مثل گرگ ها و بقیه حیوان هایی که به شکل گروهی زندگی میکنند، با هم همکاری و همدلی دارند. جنبه ای از رفتار مشترک حیوان ها و انسانها که کمتر بهش پرداخته شده. برای مثال توی دهه 1960 روانپزشکای آمریکایی آزمایشی انجام دادند. وقتی میمون ها زنجیری رو که بهشون غذا میداد میکشیدند به رفیقشون شک وارد میشد. نتیجه آزمایش ها نشون میداد که میمون ها بعد از دیدن تأثیر رفتارشون روی رفیقشون از کشیدن زنجیر خودداری کردند. یکی از میمون ها پنج روز دست به زنجیر نزد و میمون دیگه ای دوازده روز به خودش گرسنگی داد تا رفیقش درد نکشه. حالا یه بخش از کتاب هم که اصلا با حال هوای کتاب بیشتر آشنا بشین. اگر درکی از خودمان نداشته باشیم، بیلنگریم. مثل قایق هایی که ولند و با هم غرق میشوند. هر موج احساسی که میرسد با آن بالا و پایین می رویم. برای اینکه واقعا به دیگران توجه پیدا کنیم و در صورت لزوم به دادشان برسیم باید اول قایق خودمان را ایسا نگه داریم. درک خود مثل لنگر برای قایق است. من کنکایز بود؟ نه مال فرانس دواله دو <م zor Roganski> آره اسمش از دوران همدلی که ترجمه حسن افشار برای نشر مرکز حالا من خودم کتاب دقیقا اخیرا تمامش کردم و خودم خیلی دوستش دارم دقیقا از اون کتابهایی که خیلی امید میده <م hatır> خیلی امیدوار کننده است و اصلا در مورد موضوع همدلی داره صحبت میکنه که این فقط برای انسان ها نیست این قدرت دیرینه تری داره و این کار میکنه دلیل داره منطق داره و مخالف این دیدگاهی که میگن وقتی مثلا در مورد همچین مسائل صحبت میکنیم میگن این دیدگاه احساسیه به علمی نیست و سعی میکنه به شکل کاملا علمی رو نشون بده که چرا ما در انسان همدلی به وجود اومده و چی کار میکنه این همدلی مم. این باعث میشه مثل یک چسب اجتماع هم بچستیم و کارهای بزرگی باش انجام بدیم مم. و بعضی خیلی کتاب شگفت انگیز خوبی بود که خودم با همین, همین دقایق گفتم با این روحیتون احتمالاً بهش خب حالا کتاب اولی که خونده بودین در واقع مم. بین دو تا کتاب انتخاب بکنید کدوم انتخاب میکنید؟ راستش فکر میکنم کتاب دوم انتخاب بکنم که خیلی دوست دارم در مورد ایران ببینم یه کسی که از بیرون هست چی فکر میکنه و چه در واقع پندارینه پندارینه ای رو میخواد منتبه بکنه تاریخ ایران مدرن البته ابراهیمیان در واقع یک ایرانی ارمنیه که بعد مهاجرت کرده ولی مثلا آره که کتاب خیلی خوبیه ام. توی دو دهه اخیر در واقع تا ایران مدرن رو کاملا بررسی میکنه توضیح میده اون اتفاقای مهمش رو که چه تأثیری گذاشته ام. خیلی هم عالی دوستم قبل از سال آخر یه سال هم بپرسم شما زیادی دعوت شدین و دوست داشتین مصاحبه شونده از شما چه سوالی بپرسید که تا حالا نپرسیده تقریبا همه سوال <applause> پرسیدن <applause> سوالی که نپرسیده باشن همون سالی که علیرضا امتیازم خیلی میپرسه <applause> چیه اون سوال؟ من که تو چی میزنی؟ <applause> همه چی که نشان دهنده مرگ و نیستی و ناامیدیه و چیز اتفاق جالبی هم که تو از حکومت و دولت نمیبینی هیچ رفتار امید کننده ای نیست تالاپا دارن خوش میشن جنگلا داره مساحتش کم میشه پرنده ها دارن منقرض میشن جهان داره گرمتر میشه لا تو برای چه اینقدر خوشحالی چه اینقدر امیدواری صد چمشیرتون هم که آبیری شد پس چی پیروزتونم پیروزتون هم که مرد پس تو برای چی همچنان امیدواری این سالی که حالا نه فقط عریض امتیاز که خیلی ها از من میپرسن که بس دیگه ول کنیم خانه از پای بس ویران است و در واقع این ماجرا که هر چه که توضیح بدیم در موردش کمه ولی واقعیتش اینه که من یاد گرفتم که به جای اینکه به شکست هام به ناکامی هام و به اتفاقات ناخوشایندی که برام پیش میاد تمرکز بکنم و اونها رو همش ملکه ذهنم قرار بدم اونها رو هی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر بکنم و در عوض به حماسه های پرغرور و امیدبخشی که منم تو به وجود اومدن شریک بودم توجه بکنم و اونها رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر بکنم هر دوتای اینها واقعی هستن هیچ کدومشون در واقع حباب نیست هیچ کدومش فانتزی نیست هیچ کدومش عروسکی نیست اما من ترجیح میدم که با اونها به زندگیم ادامه بدم من یک قانونی برای خودم دارم و اونم اینه که هیچ اتفاق بدی قرار نیست برای من بیفته خیلی ها میگن که یعنی چی <applause> ولی واقعیتش اینه که من عمیقا به این ماجرا باور دارم خیلی قصه های قمنگیزی برای من رخ داده اگر که شروع بکنم به روایت این قصه ها. اما از یه جایی این قصه به ظاهر قمنگیز شورانگیز میشه و پایان خوشی پیدا میکنه مثلا من یادم یه موقعی ما میخواستیم خونه بخریم یه ماشینی داشتم و این ماشینمو رو میخواستم بفروشم که باش خونه بخرم ماشین ما رو دزدیدن و نتونستیم خونه بخریم و همسرم خیلی در واقع متاثر شده بود از این ماجرا و من رفتم یه عالم پول قرض کردم و یه سری وسایل خریدم تو خونه و بعد بهش گفتم که من اینا رو به عنوان در واقع هدیه پجوشی که انجام دادم جایزه پژوهش به من اداره داده و بعد چش باز کردم دیدم سال 83 بود دیدم من حقوقم مایی 300 هزار تومنه و سه میلیون تومن دارم قسم میدم سه میلیون تومن مجبور شدم برم و پروژه بگیرم با شرکت های مشاور مختلف کار بکنم من عشقم این بود که برم اداره باقی شناسی بعد بیام خونه با پسرم که اون موقع چهار سالش بود بازی کنم اروند عشقم این بود ولی مجبور شدم که برم یادمه که من طرح ارزیابی نیروگاه شهید رازی قوم رو گرفتم انجام بدم ارزیابی صد باران دوست در حوزه آخیز دریاچه ارومیه رو گرفتم انجام بدم مطالعات منطقه حفاظت شده دنا و شرانکو در سیستان و ولوچستان شیباب و پشتاب در زابور یه دفعه چشم باز کردن دیدم آه من از این فرودگاه دارم میرم این فرودگاه از اون فرودگاه به اون فرودگاه 45 6 نفر زیر دست من دارن این اطلاعات رو بررسی میکنم من آخر شبا بعد بشینم اینا رو جمع بکنم چقدر من اطلاعات دارم چقدر الان ایرانو بهتر میشناسم یادم یه دفعه وارد فرودگاه شدم یه نفری که منتظر عزیزش بود گفت بخشی شما از کجا اومدید؟ گفتم که هرچی فکر کردم که خدایا من از کجا اومدم یادم نه یارو فکر کردم من دارم اونو دست میندازم انقدر که اینجوری بود همیشه میگم اون فردی که در واقع ماشین ما رو دزدید خدا پدر مادرش رو چون اگر این کار رو من از اون پیله در واقع خودم بیرون نمی آمدم. ایران رو بهتر نمی این همه اطلاعات به دست نمی آوردم باعث شد که وقتی که قرار شد برنامه 20 سال مدیریت بیابان رو برای کشور بنویسن از من خواستن تا این کار رو بکنن و پژوهشی که من انجام دادم به عنوان پژوهش سال کشور مورد تقدیر قرار گرفته و به خاطر اون قصه ای بود که به نظر که در واقع نامید کننده و نهایت بدشانسی ما باید مجال بدیم که قصه هامون تا آخر ادامه پیدا کنه و قصه امکان نداره بد باشه اگر تو آدم خوبی باشی خیلی خوب بود من واقع و واقعا چه مجره عجیب جالبی خواهد. هم داشت به عنوان سال پایانی اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین چی میگیم همیشه خردمند و امیدوار نبیند به جز شادی از روزگار امیدوارم واقعا به غیر از شادی از روزگار نبیند آقای درش ممنون, ممنون شایده. از اینکه که هم همون قبول کردیم و پاتکست و کتابگرد اومدیم به من که اتمن. خیلی خوش گذشت و لذت بردم خواهش میکنم به منم خیلی خوش گذشت و گفتگوی شیرین و دلچسبی بود امیدوارم که سعیم که این گفتگو رو گوش میکنن حالشون بهتر بشه منم هم همینطور ممنون فعلا خدافز خدا, خدا نگهدار صدای عبدالحسین وحابزاده را میشنوید استاد بومشناسی و بنیانگذار مدرسه طبیعت در ایران که مهمون قسمت 17 پادکست کتابگرد هم بودن اون که مدرسه طبیعت میخواد اینه که بچه های ما در این دوران حساس تا دوازده سالگی بتونن یک تجربه شاد سرخوشانه و آزاد بدون هر نوع محدودیت بدون هر نوع آموزش مستقیم بتونن کاوش بکنن، کشف و تخیل بکنن با دوستان واقعی یا دوستان خیالیشون در طبیعت بازی بکنن و در این جریان، در این بازی، در این تعامل, تعامل خلاق با طبیعت عشق و علاقه و انگیزه نسبت به محیطهای طبیعی در اونها شکل بگیره اگر این انگیزه و عشق شکل گرفت به عنوان لایه زیرین حالا ما در سنین بالاتر میتونیم لایه آگاهی رو بر اون چیکار بکنیم سوار بکنیم اما بیاد داشته باشین اگر این لایه زیرین شکل نگرفته باشه ما حتی یک کتابخانه هم درباره فواید ابتکار و خلاقیت درباره اهمیت محیط زیست و طبیعت اگر بار این کودک این بزرگسالان بکنیم اینها تغییر رفتاری نخواهند داد چرا که این ماشین بنزین نداره بنابراین بیاین با این ماشین رو پر از بنزین کنیم بیاین کودکانمون رو دریابیم متشکر نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهای این قسمت رو میتونید با تخفیف از اپلیکیشن یا سایت تاخچه تهیه کنید. این تخفیف تا سه ماه بعد از انتشار این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتاب ها، کد تخفیف، آدرس اینستاگرام محمد درویش و آدرس سایت نشانک و بنیاد الگن رو میذارم توی قسمت توضیحات. ممنون از نشانک، حامی این قسمت از کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. دلم یه جایی که به بار بارون از تو دل آسمون توی دشتی که پر از گل ریزه میخواد میخواد دلم یه جنگل سبز و سپیدارای سر به فلک کشیده رو که ازش برگ میریزه رو میخواد میخواد دلم یه چای با نبات داغش سندلی ایوون کلبه باغش مزرعه رو به روی نگاه میخواد من بچه یه آروم و متینی که قدم میزنم تو بهشت برینی گنجشگاه با صدام آواز میخونم این روزا تموم نمیشه میدونم میخندم فارغ از غم لیله من توی ساحل دریا رقص انگشت های با ها تصویری بی بحانه از ولس دریا از ولس دریا از ولس دریا از ولس دریا. از